به نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت طلوع شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز جمعه 23 ماه هوت سال 1392 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 14 ماه مارچ سال 2014 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. اهمیت نظارت در روند انتخابات ریاست جمهوری با شوراهای ولایتی. اطمینان معاون دوم رئیس جمهور کرزی از برگزاری انتخابات. انتقاد نماینده پیشین سازمان ملل در افغانستان از سیاستگران غربی. 20 کشته و 67 زخمی در خشونت‌های تازه در پاکستان. با خواست برای ایجاد آزمایشگاه‌های معیاری در بندرهای افغانستان. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. تاکنون بیشتر از 15,000 ناظر ملی و جهانی برای نظارت از انتخابات آینده افغانستان اعتبار نامه به دست آوردند که میسن مستقر انتخابات نظارت از انتخابات را بسیار مهم میداند و از تمامی نهادهای نظارت کننده میخواهد که برای نظارت از انتخابات افغانستان اعتبار نامه به دست آورند، زیرا فرصت اندک است. صالحه صداد گزارش میدهد. نظارت از برگزاری انتخابات از اصل‌های است که نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی همواره بر آن تاکید داشتند. از همین رو کمیسیون مستقل انتخابات می‌کوشد تا زمینه بیشتر را برای نظارت از انتخابات فراهم سازد. گفته می‌شود که تاکنون 6 نهاد جهانی، 63 نهاد ملی، 61 رسانه محلی، 31 رسانه جهانی و 26 حزب سیاسی برای نظارت از انتخابات از این کمیسیون اعتبارنامه به دست آوردن. کمیسیون مستقل انتخابات از تمام نهادهای ملی و بین‌المللی با شمول مطبوعات خواهش میکنه که اگر میخواهند که این روند نظارت مشاهده و راپور خبر تهیه کنه، امروی کمیسیون مستقل انتخابات ارتباط بگیره تا ما برشان زمینه را مساعد کنیم و کمیسیون مستقل انتخابات سرسخت علاقه مند است که در این روند تعداد ناظرین و مشاهدین بیشتر باشد. با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، تلاش های کمیسیون مستقل انتخابات نیز برای برگزاری این آزمون بزرگ بیشتر می شود. این کمیسیون می گوید که تمامی کارها به شمول انتقال مواد حساس انتخابات بر بنیاد جدول این کمیسیون تا کنون بدون هیچ چالش انجام شدن. تصمیم داریم که انتقال پلان دومی را که از دفاتر ولایتی ما به ولسوالی ها مواد انتقال داده میشه به زودترین فرصت آغاز کنیم و بعد از او پلان سومی آغاز میشه که انتقال مواد از ولسوالی ها به دهات افغانستان است و یا هم به عبارت دیگر به مراکز و محلات را. درست 20 روز دیگر به برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی مانده است. در حال حاضر تمامی آمادگی های لازم برای برگزاری انتخابات گرفته شدند و همه انتظار این رویداد را می کشند تا رئیس جمهور آینده را برگزینند. محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور به مردم اطمینان می‌دهد که حکومت برای برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه مصمم است. آقای خلیلی که در 19 سالگرد کشته شدن عبدالعلی مزاری سخن می‌زد، از شهروندان کشور می‌خواهد که در انتخابات به گونه گسترده شرکت کنند، زیرا حضور پررنگ مردم در انتخابات بر شفافیت این آزمون بزرگ اثرگذار خواهد بود. در این حال، اشرف غنی احمدزی حضور گسترده زنان را در شفافیت انتخابات اثرگذار می‌داند. در این باره هم صالحه صداد گزارش دارد. این نشست برای یادبود از 19 سال روز کشته شدن عبدالعلی مزاری برگزار شده است. اما دیده می شود که بیشتر سخنرانی ها به سوی انتخابات کشانیده می شود. محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور که در این نشست سخن می زد بر برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه در کشور تاکید می ورزد و می گوید که اگر انتخابات برگزار نگردد مردم با شکست روبرو خواهد شد و از تمامی مردم می خواهد که به گونه گسترده در انتخابات شرکت کنند. ما در رابطه با انتخابات مصمم هستیم، به شفافیتش مصمم، به شفافیتش مصمم. برای از زبان رئیس جمهور هم شنیدید، برای همه ما گفتید. امیدوار هستم که شما در پای صندوق رای حاضر شوید، رای خود واریز کنید.
از سوی دیگر اشرف غنی احمدزی میگوید که اگر وی در انتخابات پیروز شود، برای به میان آوردن وحدت ملی، مشارکت تمامی اقوام در نظام و حاکمیت قانون در کشور تلاش خواهد کرد. دشمنی به نام‌های مختلف مورد قبول ما نیست. همه ما در قانون اساسی جا داریم، برادر، خواهر و برابر هستیم. عبدالعلی مزاری یکی از چهره‌های جهادی بود. او 19 سال پیش از امروز در نخست از سوی طالبان در چهارآسیاب در غرب کابل اسیر گرفته شد و سپس به قتل رسید. عبدالرب رسول سیاف میگوید که هیچ کس حق ندارد که از بیت المال به سود یک نامزد مشخص کار بگیرد. این نامزد ریاست جمهوری به نامزد مشخص اشاره نمی کند، اما میگوید که اگر نامزد با بکارگیری از پول بیت المال پیروز شود، برای آنان قابل قبول نخواهد بود. این نامزد ریاست جمهوری هشدار میدهد کسان را افشا خواهد کرد که در نظام کنونی زر اندوزی کردند و در بانک های جهانی پول هنگفت دارند. اونو مردمی که با یک جوره دریشی و یک جوره کالا دریجه آمده بودند و امروز پول هایشان در بانک های بیرون جای نمیشه و از مال از این ملت برداشتند، حسابی از او را کی پیدا کنند؟ او را کی تصفیه کرده بتانه؟ فقط و فقط هدف گلوله، هدف تیر اینمی مجاهد بیچاره است که ملک نگاه کرده، ملک آزاد کرده، از ملک حمایت کرده. تن و لن را به آدرس مجاهدین بس کنید، وگرنه اتر جاهای افگار بر ما معلوم است. اگر در هر جاش انگشت بانیم، فغان کسایی که طعنه وارد میکنه بالا خواهد شد. اسدالله خالد رئیس عمومی امنیت ملی پس از پایان یک دوره درمانی در بیرون از کشور امروز به کابل برگشت. آقای خالد که آماج اگر اینطوری قرار گرفته بود برای درمان به خارج از کشور رفته بود. وضعیت بهداشتی اسدالله خالد اکنون بسیار خوب گفته شده است. در این حال شمار از کارشناسان و شهروندان کشور برگشت آقای خالد را در بهبود امنیت و برگزاری انتخابات اثرگذار می دانند. سید حازم آرش گزارش می دهد. برگشت اسدالله خالد رئیس عمومی امنیت ملی به کابل با خوشبینی های امرا شده است. این مقام امنیتی که برای درمان به بیرون از کشور رفته بود امروز به کابل آمد. شمار از آگاهان میگویند که اسدالله خالد رابط خوبی با مردمان کشور دارد و آمدن وی در چنین وضعیت حساس میتواند بر امنیت کشور به ویژه امنیت انتخابات ریاست جمهوری اثرگذار باشد. امنیت ملی این گروگان بسیار جدی در میتواند در تامین امنیت انتخابات باشه و نقش خود را ادا بکنند. یک جهت قضیه است که میتونه در این راستا کارایی را بکنه و قسمی که از گذشتهش معلوم است که قربانی هم داده به خاطر تامین امنیت، به خاطر کارایی که برای حساب افغانستان و وطنش. و جهت دیگه ایش که خب اگر زیاد بگذاریم، خودش یک کسی که رئیس عمومی امنیت ملی بوده، ولی قندار بوده، ولی غزنی بوده، بمینده ای ولایت ها هم کار کرده و طور طبیعی روابط و دوستا و شناخت های خود داره. شمار از باشندگان پایتخت با استقبال از آمدن رئیس عمومی امنیت ملی، آمدن وی را در بهبود امنیت در کشور بسیار مهم می دانند. بسیار موفق است انشاءالله. آمدن از این سر انتخابات، سر امنیت بسیار تاثیر دارم. اسدالله خالد بسیار خوب آمد و می تانه که در انتخابات نقش عمده را بازی کنند. اسدالله خالد رئیس عمومی امنیت ملی سال پار در یکی از میمانخانه های ریاست عمومی امنیت ملی در کابل آماج یک حمله انتحاری قرار گرفت و به شدت زخم برداشت. وی برای درمان به بیرون از کشور رفت و پس از یک دوره درمان به کشور برگشت. فرستاده ویژه پیشین دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان میگوید که امضای زود هنگام پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن طالبان را در برابر انتخابات ریاست جمهوری بیشتر حساس میساخت. کای آیدا در یک مقاله‌ای که در مجله فارن پالیسی چاپ شده است با انتقاد از سیاستگاران غربی میگوید که آنها نتوانستند فکر رئیس جمهور کرزی را به گونه دقیق بفهمند. این سیاستگر نروژی پیمان امنیتی را بخشی از دیدگاه رئیس جمهور کرزی برای آینده افغانستان می‌داند.
کای آیدا که در انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری دور گذشته مدیریت نهادهای سازمان ملل را در افغانستان داشت، تأکید بر مشارکت بیشتر شهروندان افغانستان در بخش‌های جنوبی و شرقی در انتخابات ماه آینده دارد. کاری که به باور فرستاده پیشین سازمان ملل متحد نیاز به معامله‌های با طالبان دارد. آقای آیدا در این مقاله‌اش می‌گوید که امضای زود هنگام پیمان امنیتی موقف طالبان را در برابر انتخابات نیرومندتر می‌ساخت. و این کار منجر به پیشتیبانی ضعیفتر مردم از دولت آینده، ناامنی بیشتر و ادامه جنگ می شد. اداره اوباما این را باید درک می کرد و با طالبان وارد گفتگو می شد. و از فشارهای بی‌موجب بر رئیس جمهور کرزی برای امضای این پیمان امنیتی جلوگیری می کرد. طالبان در این هفته به مردم افغانستان هشدار دادند تا در انتخابات آینده شرکت نکنند. هشداری که مقامات امنیتی و مردم افغانستان ظاهرا جدی نگرفتند. روابط کابل و واشنگتن در سال اخیر به گونه بی پیشینه تیره تر شده است. مقام های امریکایی می گویند که آنان به این نتیجه رسیدند که رئیس جمهور کنونی افغانستان این پیمان را امضا نخواهد کرد. از سوی دیگر بیشتر نامزدان ریاست جمهوری گفتند که در صورت پیروزی آنان به زودترین فرصت این پیمان را امضا خواهند کرد. زنان در ولایت لوگر در انتخابات به گونه گسترده شرکت خواهند کرد، اما آنان خواهان برگزاری انتخابات شفاف در کشور هستند. این زنان از معامله های سیاسی در برابر رأی زنان در کشور نگران هستند و از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهند که در انتخابات جلوه هر گونه تقلب را بگیرد. از سوی هم باشندگان ولسوالی خوشی ولایت لوگر می گویند که کارتای رأی دهی گرفتند و در روز انتخابات به پای صندوق های رأی دهی خواهند رفت. رفیع صدیقی جزئیات را گزارش می دهد. تهدیدهای امنیتی و سطح پایین آگاهی عمومی درباره انتخابات در بخش‌های از کشور به ویژه در برخی از ولسوالی‌ها از نگرانی‌های جدی در برابر برگزاری انتخابات 20 روز پیش رو است. ولایت لوگر نیز از ولایت‌های ناامن گفته می‌شود، اما علاقمندی مردم در برخی از ولسوالی‌هایش برای برگزاری انتخابات چشمگیر است. ولسوالی خوشی یکی از ولسوالی‌های دوردست ولایت لوگر است و بیش از 80,000 جمعیت دارد. در این دره نیز اکثریت باشندگان آن به شمول زنان کارت های رای دهی گرفتند و می گویند که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کنند. تنها نگرانی امنیت نیست، بل تقلب در روز انتخابات است. ما از ولسوالی خوشی سه کارت گرفتیم، می خواهیم در روز انتخابات رای بتیم، با کس رای بتیم که منطقه ما را، مردم بیچاره ما را در نظر داشته باشه و رای حزو مستحق گم نشه باید. ما در انتخابات بسیار علاقه داریم و میخواییم که رای بدیم. کارت رای دهی گرفتیم و در انتخابات شرکت میکنیم. ما کارت رای دهی گرفتیم تا انتخابات اشتراک کنیم. حسوی هم برخی از نامزدان شوراهای ولایتی نیز از تقلب در روز انتخابات نگران هستند و از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهند تا برای جلوگیری از تقلب تلاش های جدی کند. خواهش ما از کمیسیون مستقل انتخابات هم همی است که تمرکز و تاکیدشان سر شفافیت باشد و اون جاهایی که به اصطلاح امکانات تقلب زیاد میرد تمرکزشان باشد. مردان و جوانان ولسوالی خوشی نیز از برگزاری انتخابات استقبال میکنند و میگویند که همگی در این ولسوالی کارت های رای دهی گرفته اند و تا کمتر از 3 هفته دیگر به پای صندوق های رای دهی میروند. ما همه جوان ها به این علاقه مند هستیم و کارت گرفتیم، میخواییم در انتخابات 1393 اشتراک کنیم. یک چیز که از دولت خود خواهان هستیم که مثل سابقه امشالا که باید نمیشه و نشه تقاضا میکنیم که تقلب صورت نگیره. در پختانه تو لازر آمده دید چه خوش شپاپ انتخابات ویسی خوش خوشحالی و عذر یورتا آمدگیم نیولی دا. همه خوبی ها و بدی های کشور و نیز دستاورد ها به چگونگی برگزاری انتخابات پیوند خورده است. حکومت افغانستان در واقع با برگزاری انتخابات شفاف در کشور با آزمون جدی روبرو است. دیده شود که انتخابات پیشرو همه شمول و شفاف در کشور برگزار خواهد شد. محمد رفیع صدیقی، تولو نیوز، ولسوالی خوشی، ولایت لوگر. ادامه خبرهای داخلی لحظات بعد تقدیمتون می شود. ادامه خبرهاست تولو و شبکه جهانی تولو نیوز.
شمار از بزرگان اقوام کوچی ساکن کابل از نامزادی زلمه رسول پشتیبانی کردند. زلمه رسول که در مدرسه دینی ملا ترخیل در پل چرخی کابل سخن می گفت سهم اقوام کوچی را در انتخابات سرنوشت ساز می داند. در این حال این باشندگان پل چرخی از زلمه رسول می خواهند تا در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری با وضعیت زندانیان دستگی کند و برای آوردن صلح در کشور با گونه جدی کار کند. طارق مجیدی گزارش می دهد. این بار شماری از بزرگان اقوام کوچی و شماری از باشندگان پل چرخی کابل در مدرسه دینی ملا ترخیل در این منطقه گرد آمدند تا از نامزدی این نامزد ریاست جمهوری در انتخابات پیش رو اعلان حمایت کنند. صدای من راغلی دی الهی زدکلو دی اهل سنت والجماعت پدی عالی دار العلوم که لطاس سر پدی پرش دیده هغه پرش باندې ناسته چې د خدای تعالی عبادت کوونکي پنځه وخته په دې باندې وشپېلې سجده کړي. عبدالقیوم کرزی نیز از جمله شرکت کنندگان این گرد همایی است، نامزدی که چند پیش از زلمه رسول اعلام حمایت کرد. ما او د ډاکټر صاحب زلمه رسول تیمونه د دین او د وطن د خیر او سلامت لپاره یو ځای سوي. باشندگان پل چرخی کابل گرد آمدند تا خواستهایی را نیز مطرح سازند. بزرگان این اقوام کوچی در این گرد همایی بیش از همه برآوردن صلح در کشور تاکید می‌ورزند و از زلمه رسول می‌خواهند تا در این بخش تلاش جدی به خرج دهد. زما عقیده داده چه در افغانستان قومی، مذهبی، لسانی، منطقوی او جغرافیایی تنوع در افغانستان قوت او توانایی ده. تیرو جنگونو د قومونو تنمنځ ملي وحدت ته سخته صدمه رسولي، خو چې په تېرو کلونو کې د خلکو اجتماعي او اسلامي او اجتماعي شعور زیات رشد کړی دی. زلمه رسول در این نشست میگوید که در برابر غاصبین زمین و فساد اداری به گونه جدی خواهد ایستاد و با برنده شدنش در انتخابات به این پدیده ها در کشور پایان خواهد داد. استرالیا قصد دارد تا صدها شهروند افغانستان را از این کشور اخراج کند. سفیر افغانستان در استرالیا میگوید که هرچند در دوره کاری وی هیچ افغان از این کشور اخراج نشدند، اما صدها پناهجوی افغان در انتظار خروج از این کشور هستند. خوشبختانه تا امروزی که ما در اوج سفیر هستم مدت دو سال و چند میشه، هیچ ما کدام عملا کدام اخراج اجباری از استرالیا نداشتیم، ولی صدها افغان در انتظار اخراج به سر میبرند. این اخراج میشه. خب هرگاه شرایط به اصطلاح برشان مساعد شود برای حکومت استرالیا که اخراج کنند، نتوان اخراج میکنند. گفتگوی ویژه با سفیر افغانستان در استرالیا به ساعت 7:30 امشب از برنامه پرسپال پخش خواهد شد. ادامه خبرها. در یک عملی انتحاری و یک انفجار امروز در پاکستان 20 تن کشته شدند و 67 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته مقام های امنیتی پاکستان، عملی انتحاری که در شهر پشاور رخ داد در آن 9 تن کشته شدند و 47 تن دیگر زخم برداشتند. این مقام ها می افزایند انفجاری که در شهر کوئتر رخ داد 11 کشته و 20 زخمی بر جای گذاشت. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است. با ادامه خبرها خوش آمدید. مسئولان اتاقهای تجارت صنایع از اداره ملی استاندارد می خواهند که برای جلوگیری از ورود مواد نفتی کم کیفیت، آزمایشگاه های معیاری سنجش کیفیت را در بندرهای کشور ایجاد کند. مسئولان این اتاق می گویند که بر بنیاد فیصله اخیر شورای وزیران، اداره ملی استاندارد مکلف شده است تا یک شرکت معتبر سنجش کیفیت را برای سنجش کیفیت مواد نفتی در بندرهای کشور به کار بگمارد. زبیح الله جهان مل گزارش می دهد. مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع با نگرانی از ورود مواد نفتی بی کیفیت به بازارها می گویند اداره ملی استاندارد باید در این بخش تلاشهایش را بیشتر سازد. آنها می گویند شرکت جی کم که در حال حاضر مواد نفتی را در شمار از بندرهای کشور سنجش کیفیت می کند، معیاری عمل نمی کند و اداره ملی استاندارد مکلف است یک شرکت دیگر را در این بخش استخدام کند. دو دسی او کمپانی سه دی قرارداد تو که چی حقا ده تاجر او ده دوی ارتباط نی الکترونیکی مسائلی جنس راشی اول تور کنشی او جنس بیک گمرک تا پا الکترونیکی لحاظ باندی ولی گلشی چه ده پسات مخوولی گلشی نو پا دی خاطر باندی زو پکر نکو ما چه وزارت تجارت با بل چاعت دا شیور کهی بلکه انصاف که شریک ده وزیپا مشخصا انصاف تور کل شوی ده.
این در حال است که گفته می شود با فیصله اخیر شورای وزیران برای جلوگیری بدرنگ مواد نفتی کم کیفیت و خام به کشور، ورود این مواد از راه های قانونی و غیر قانونی به کشور افزایش یافتند. شمار از مردم با نگرانی از این وضعیت می گویند حکومت باید برای حل این مشکل تلاش کند. خبرهای ورزشی را سمیر رساد تقدیمتان می کند. خوش آمده سب. تشکر می کنم. خبرهای ورزشی هم پس از وقفه کوتاه تقدیمتان می شود. همراهی مان کنید. با عرض سلام. فدراسیون فوتبال کشور کارگاه مربیگری فوتبال را در ولایت بلخ برگزار کرد. مسئول کمیته جوانان فدراسیون فوتبال کشور میگوید که در این برنامه آموزشی 30 مربی حضور دارند. در همین حال مسئول فدراسیون فوتبال بلخ از برگزاری این کارگاه استقبال میکند و آن را در رشد و پیشرفت فوتبال اثرگذار میداند. در این کارگاه آموزشی 30 تن از مربیان و ورزشکاران ولایت بلخ حضور دارند. هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی بالا بردن توانایی های فنی مربیان فوتبال و نیز تعداد گذاری فوتبال پایه‌ای عنوان شده است. امیدوار هستیم این مربیانی که در سمینار آموزشی اشتراک کردن در آینده بتونن که بیشتر روی فوتبال بلخ فعالیت کنن، چون ولایت بلخ یک از ولایت های فوتبال خیز در افغانستان است و میتونیم که در آینده ما جوانان خوبی را داشته باشیم، یک پشتوانه قوی داشته باشیم برای تیم ملی فوتبال. شرکت کنندگان این کارگاه آموزشی نیز از راه اندازی این گونه برنامه ها ستایش می کنند و آن را یک ضرورت می دانند. بسیار زیاد مفید بوده، چون جوانان در بخش فوتبال، نه تنها در بخش فوتبال، در تمام عرصه های ورزشی رشد می دهد. حال هستم که همچون سیمینار می گیرم و تا بتانم با بازیکن های جوان که ما تمرین می تیم مؤثر واقع شد. این زمینه به ما مساعد شد که ما بتانیم درست فوتبال و با قانونش بیاموزیم. در همین حال مسئول فدراسیون فوتبال ولایت بلخ از برگزاری چنین برنامه ها استقبال می کند. ما خانی ازی هستیم که سیمینارهای بعدی را هم بگیریم در ولایت بلخ که تا سطح فوتبال ولایت بلخ در سطح رده سینی جوانان بالا برند. مسئول کمیته جوانان فوتبال می گوید در روز پایانی این کارگاه آموزشی جشنواره با حضور 300 کودک برگزار خواهد شد و از سوی آموزگاران برای یک روز آموزش داده می شوند. کریستیانو رونالدو این بار از ژاپنی ها جایزه دریافت خواهد کرد. رونالدو برای به دست آوردن این جایزه از لیونل میسی و زلاتان ابراهیموویچ پیشی گرفته است. این گزینش از سوی بازیکنان ژاپنی صورت گرفته است و رونالدو میگوید که این موضوع او را خیلی شگفتی زده ساخته است. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. از شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلو با شبکه جهانی طلو نیوز باشید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.